امروز در زندان آزادی برای دو مناسبت گرد هم آمدیم. بزرگداشت مجاهد خلق محمد بابایی، 19 شهید محاصره پزشکی در زندان لیبرتی و تجدید عهد با 60 قهرمان حماسه 12 اردیبهشت 1361. من ممرزا فرزند مجاهدان شهید محمد ضابطی و نصرت رمضانی هستم. از آن روز که توی قلب تهران پدر و مادرم و یارانشان حماسه آفریدند، من و چند تا کودک دیگه که تو اون خونه بودیم زنده موندیم که امروز بعد از گذشت 33 سال خاطره اون حماسه رو تعریف کنم، چرا که اون حماسه توی قلب من و هزاران هزار ایرانی دیگر در سراسر ایران و جهان زنده و جاودانه. من امیر سیدعلی هستم، 19 اردیبهشت سال 61، مادرم فاطمه سلطان ابوالحسنی. در یورش پاسداران و مزدوران رژیم به خانه تیمیمون در شرق تهران به همراه سایر مجاهدین به شهادت رسید. دیدم جاده‌ای که از روز شهادت بنیانگذاران در سال 51 کشیده شده و در سال 61 از 12 و 19 اردیبهشت عبور کرده، امروز به قله‌های بلندتری مثل حماسه 10 شهریور رسیده. دشمن تو این صحنه میتونه شکست استراتژیک خودش رو همین صحنه نمادین ببینه. خمینی میخواست واقعا نسل ما رو از بین ببره و هیچ اثری از مجاهدین باقی نذاره، اما امروز شاهده که این نسل در همه جا رویده، در عمق زندان‌های رژیم تا کوچه و خیابون‌های میهن و تا سراسر جهان، و حالا دیگه میتونیم ببینیم که این نسل چطور هزار اشرف رو در گوشه و کنار جهان برپا کردش. من ناصر خادمی فرزند مجاهدین شهید حمید خادمی و فرشته اسدی هستم که در روز 12 اردیبهشت جاودانه شدند. طبعا همونجوری که حالا ممرضا و امیرم گفتن، تصویر رو از اون روز بیاد نمیارم، اما اکنون اون خون اون شهدا در رگ‌های همه ما جوشانه. امروز اون شهدا و آرمان‌هاشون در همه ما و در تک تک ما زنده هستند. دوازده اردیبهشت هر سال برای من علاوه بر یادآوری یک فراز افتخارآمیز و زرین از تاریخ پر افتخار سازمان مجاهدین خلق ایران، یک یادآوری هم از بابت خواهر شهیدم زکیه که در همین روز شهید شد همیشه داره. جاده‌ای که از فرازها و نشیبها گذشت، از 7 دریای آتش و خون عبور کرد، مسیری که با خورشیدواره هایی مثل 19 بهمن و 12 اردیبهشت و کهکشانی مثل حماسه اشرف پرنور شده و حالا داره از قله های پیروزی عبور میکنه. این تاریخ اینطوری با خون مجاهد خلق نوشته شده، با عزمی بی همتا که طی 2 دهه اخیر در انقلاب رهایی بخش خواهر مریم به اوج رسیده و قطعاً سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی و آوردن بهاران آزادی رو هم محقق خواهد کرد. برادر من حسین امیرپناهی اون روز تنها مجاهدی بود که از پایگاه فرمانده ضابطی در حالی که سیانورش رو شکسته بود دستگیر شد و به ابین منتقل شد. منو نشون در اونجا چشمندم رو برداشتم، حسین رو چشمند رو که برداشتم دیدم اصلا قابل شناسایی نیست، اصلا نمیتونستم تشخیص بدم این حسینه. ما تو مبهوت مونده بودم، داشتم نگاهش میکردم تا اینکه اون برگشت بهم گفت مسعود چطوری، حالت خوبه؟ از تون صداش من تشخیص دادم که این حسینه، انقدر که به اصطلاح زده بودنش اینا. حسین رو 10 ماه بعد در اول اسفند سال 61 اعدام کردن و همچنان این سوال برام بود، مطرح بود که اون داستان چی بود، بالاخره چرا حسین اینجوری مقاومت میکرد، حتی اسمش هم نمیگفت در صورتی که میشناختنش. در 2 کلام اگه بخوام بگم، تهاجم مطلق بود برای ایستادگی تا به آخر.
مجاهد صدیق محمد بابایی در شب قدر در سال 92 در نقشه مسیرش نوشت: خدایا در این شب قدر خواستم از تو این است، هر آنچه از ابتلا و آزمایش و سختی و محدودیت و محاصره و تهدید که دشمن ضد بشری آن را به عنوان تنها سلاح خودش در منتهای ضعف و ذلت و زبونی علیه ما به کار برده است، از من دریغ مکن. حضور چادر بی شرم شب را می شناسم، میان زمهریر یست تب را می شناسم. برای مردمان مردن عجب کاریست امروز، و من امروز این راه عجب را می شناسم. پایان من شاید زیر گلوله باشد ایام را، ولی من هرگز نمی شمارم. پایان من شاید مانند یک گل سرخ، حاشا که من به پاییز وقتی نمی گذارم.